خداوندا، در این دنیای بیرحم وجودم را به دستت می سپارم. به تو محتاجم و بی تو من هیچم. به لطفت روشن از شبهای تارم. دو دستم می آید به سویت، بگیر و مایه آرامشم باش. تو ای سنگ صبور مهربانم، تقاضای دعا و خواهشم باش. خداوند زمین و آسمانی، تو حاکم بر امور این جهانی، مرا فرمان گذار درگهت کن. تو ای عشق عظیم جاودانی، تو ای عشق عظیم جاودانی. عزیزای من، گلای من، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه هر جای دنیا که هستین. مینا مددی هستم با برنامه علمی عبادی قدرت پنهان. خدای مهربان نور قدرت پنهان رو تو خونه تک تکتون بیاره نازنینای من، و فداتون بشم از مهر و محبتتون. میبینیم که این روزا بله دولت ایران بسیار عصبی از دور برنامه علمی عبادی قدرت پنهان. چرا؟ راستی چه دلیلی داره؟ بله، به خاطر اینکه مهره مار افسانه‌ای رو نمیخوایم بهشون بدیم. خدا رو شکر میکنیم، سپاسگزاریم از نور الهی. عزیزان مهربونی مثل شماها رو داریم و با تمام این که بوق کرنایی به پا کردن، ولی شماها به ما زنگ میزنید، ایمیل میزنید. بیش از 1,000,000 ایمیل زدن که مینا فدات بشم، چرندیاتشون رو گوش نکن و بدون که مهره مار افسانه ای رو نسپر به دستشون. عزیزای من، گلای من، فداتون بشم. اینجا بهتون قول میدم که مهره مار افسانه ای رو به هیچ وجه، مطمئن باشین، به دستشون نخواهد رسید. فکر میکنم اندازه کافی مشکل هست و نمیخوایم خدای نکرده مهره های مقدس، مهره مار سفید دو سر افسانه‌ای، نه، نمیخوایم جایی بره که مطمئن نیستیم چه به سر ملت عزیز من خواهد اومد. نازنینای من، گلای من، از اینکه بسیار تو این موقعیت سعی کردین ما رو قوی تر کنید، روحیه بیشتری بهمون بدین، و همیشه دارین میگین حق با نور الهی، فداتون بشم. سپاسگزارم از لطفتون و امیدوارم خدای مهربان پروردگار منو لایق ببینه که خدمتگزار درباره نور الهی باشم. و مشکل دیگه ای هم داریم نازنینا. عزیزی که به گنجینه دسترسی پیدا کرد، زحمت کشید و گفتش که میدونم بسیار عزیزانمون در زندان ها هستن و بیگناه. خوشبختانه با تلاشایی که داشتن، با زبون شخصی که باید تصمیم میگرفت زبونش بسته شد، 11 تا از عزیزانمون خوشبختانه از کشورم خارج شد. خدا رو شکر میکنیم، سپاسگزاریم. قدرت پنهان، نازنینای من، یعنی عشق، یعنی محبت، یعنی عشق و محبت الهی. یادتون نره راجب خودمون صحبت نمیکنیم، راجب نور الهی صحبت میکنیم. همون خدای مهربانی که قدرت داد به 7 استاد نازنین که بله میشه گفت دولت ایران رو عصبی کرد، به این دلیل که شماها گفتین بارون میخواین و استادای عزیز عبادت کردن و بارون سراسر کشور عزیزم رو پر کرد. جای این هست که از خدای مهربان، از پروردگار
سپاسگزاری کنیم و باسم ترس بیشتری انداخت به دلشون که استادای عزیز اومدن در آسمان کشور عزیزم ایران، شما عزیزای من، شما نازنینای من اومدین و چیزهایی رو که دیدین ایمان قویتون برامون عنوان کردین. بیش از 11,000 عزیزای من، عزیزای ما اومدن از ابرایی که فیلم برداری شده بود تا اونجا که وقت به ما اجازه میداد برای شما ها نشون دادیم و اینو خبر داریم که چند تا از خانمای خیابونی رو بله این روزا آوردن و شروع کردن به ناسزا گفتن برای قدرت پنهان. البته میگن خلایق اون کلایق. و مسئله دیگه ای که نازنینای من، عزیزای من، خدای مهربان اون پروردگار پشت این برنامه است و چند زن و مرد خیابونی مطمئن باشین هیچ کاری نمیتونن بکنن و چیزی قشنگ و زیبایی که هست قدرت پنهان به این دلیل که یعنی مهر، یعنی لطف پروردگار برای اون زنای خیابونی هم عبادت میکنه که اونها هم بتوانن یک روزی شاید لااقل از کرده های خودشون پشیمون بشن. خطی بگیریم، با شما باشیم و هیچ نگران از این نباشین که اگر توی این چند روزه مزاحمت های تلفنی داشته باشیم همتون بیخبر نیستید. ما هم با افتخار به نام قدرت پنهان برنامه رو آغاز میکنیم و میگیم هستیم با شما عزیزانم، هستیم با شما عاشقا، با شمایی که عاشق نور الهی هستین، لطف پروردگار. و راستی چقدر پرونده ما سنگینه، به دور تا دور حرم مقدس، حرم حضرت رضا صلی الله و آله بله رفتن و گوسفند قربانی هدیه کردن که باید این کارو میکردن. از آقای ایزدی داریم صحبت میکنیم و دور تا دور مشهد مقدس نازنینای من گل پخش کردن، شیرینی و شربت. چه دردسری درست شد برای ما، ولی پیش نور الهی، پیش لطف پروردگار مطمئن باشیم پاداشامونو میگیریم. انشالله که شما عزیزای من، شما نازنینای من، میدونیم این برنامه بسیار عاشق داره و میدونید که یک نفر اینور دنیا برای ایران و ایرانی قلبش میتبه عزیزای من. و این بسیار ظلم بود که به ما میگفتن وقتی میایین تو ایران بیشتر از 150 نفر نباید کنارتون باشه، مخصوصا موقعی که دارین شفاها رو میگیرین باید در جایی باشین که دور تا دور بسته باشه و ما بهتون میگیم کیا رو. نه عزیزای من، وحشت از این نکن که استادای عزیز شفای لطف پروردگار رو برای عزیزانمون اینور دنیا هم میتونن بگیرن. مهم این نیست که شما بخواین مسئله علمی عبادی رو خفه کنید، به هیچ وجه چنین چیزی نیست. آخه پشتش نور الهیه، لطف پروردگاره. انشاءالله که شما نازنینای من بسیارتون احساس ناراحتی کردین عزیزای من، خدا رو شکر میکنیم. و بین این مسائل هم برای شما عزیزا جوکی هم داریم که نازنینای من برای عزیزانی که در شهر سوخته به گنجینه ها دسترسی پیدا کردن و خیلی برای دولت ایران انگار مشکل بود، چون میگه با این همه که ما نگهبانامونو زیاد کردیم شماها باز هم کارهای خودتون انجام دادین. آخه نگهبان و هیچ کس دیگه ای باید اینجا با عرض معذرت بگیم؟ نه، متاسفانه نمیتونه. با نور الهی، با قدرتی که هفت استاد عزیز خدای مهربان بهشون داده، نگهبانای شما متاسفانه قدرتی ندارن. خطی بگیریم، با شما عزیزا باشیم،
و قبل از هر چیزی بگم دوستتون دارم، سپاسگزارم از اینکه این همه مهر و محبتتون رو به برنامه علمی عبادیتون نشون دادین. راستی چه کسانی مخالف دوست داشتنن؟ راستی چه کسانی مخالف نور الهی هستن؟ راستی عزیزانی رو دستگیر کردن، در زندانها بودن نازنینای من، فقط و فقط گویا جرمشون این بوده که در زمانی که جنگ بوده در کشور عزیزم ایران، گویا لباس سفید تنشون میکردن و با اسب سفید و میگفتن فقط باید اونجاها دور بزنین و چندینشون امروز بینمون نیستن. متاسفیم و درد بسیار نازنینای من. خطی بگیریم و بگیم که روحشون شاد باشه، همیشه در قلب یک یکمون جا دارن. خطاتون بگیریم، با شما باشیم قبل از این که اشکامون درد. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام و عرض ادب. سلام خانمم، حال شما خوبی نازنین؟ استادان گرامی زنده باشیم، فداتون باشم. حالتون چطوره؟ بفرمایید خانم. سپاسگزارم مینای عزیزم. خدا رو شکر خوبم مینای عزیزم. ما ذره از محبت شما عزیزان در دلمون کم نمیشه. از طرف باشه. تمام عاشقای قدرت پنهان میگه چند میلیون ایمیل دارم عزیزم. میدونم فدات شد. و با این دروغای این خانومی که داشت عنوان میکرد و دوست ندارم بگم دروغی که میگفت واضح و روشن بود. من یکی از بیننده های چندین ساله شما هستم، هلوش 6 ساله من با شما همراه هستم. هیچ خوشم نیومد و اینکه من عاشق شما هستم، عاشق خودم هستم، عاشق استادا هستم و دوستتون دارم. فداتون بشم، زنده باشین. بسیار عزیزانم ایمیلایی که زدن، حالا خودم میشینم میخونمشون تک تکشون رو تا اونجا که بتونم و عزیزای دیگه هم دارم کمکم میکنن چون فارسی ها رو توان خوندنشو ندارم و عزیزانمون میخونن با عشق چشم میخونن از اون عشق و محبتتون که نشون دادین، با عشق میخونن و عشق میریزن و میگن دوست دارم ایرانی، دوست دارم، فدات بشم ایرانی. قربونتون برم. بفرمی خانمم جونم. قربونتون برم. از ایران عزیزمون تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله. به چه اسمی؟ به نام زهرا، نام مادر اثر و از معجزای قدرت پنهان نیکی عزیز که به لطف خداوند و دعای استادان گرامی شفای الهی شامل حالشون شد. نیکی عزیز میگفت چند روزی بود که به خاطر همسرم نگران بودم، گریه میکردم و خواب میدیدم که انگار کسی به زودی پیش من میاد که با قیافه مار بزرگ و خطرناکی با چهره میدیدم. نمیدونستم چه کنم. سبب خراب شده بود. متاسفانه خانمی که در کمپانی همسرشون کار میکرد ایشون رو اسیر طلسم سیاه کرد و باعث جدایی و مشکلات زیادی برای نیکی عزیز شده بود و کاری کرده بود که نیکی در این دنیا نباشه و باعث شد که اون تصادف بدی داشته باشه. نیکی عزیز میگفت بیدلیل به مسیر رفتن کاری نداشتن و تصادف میکنه و اونو به بیمارستان میرسونن از بین میره. مادر میشنوه و با این شرایط نیکی میبینم هیچ پزشکی نمیتونه اونو نجات بده به جز پرهدگار. نیکی عزیز مدت 45 دقیقه از دنیا میره و میگفت خودم رو کامل میدیدم که جراحات زیادی دارم و با وجودی که مرده بودم پزشکان چک کردن و شکستگی در صورت گردن 85% بود و هیچ امیدی نبودش. نور الهی که شامل خانه نیکی عزیز شد با دعای 7 استاد عزیز اون برگشت و خانواده از پزشک خواستن قلبشون رو چک کنن که با تعجب پزشکان دیدن مریض نشسته. زنده باشی. ممنونم خواهر گلم. عبادت برای چی میخوای نازنینه؟ عشق و محبت. خدای مهربان عشق و محبت رو تو زندگی بهتون هدیه کنه. خدا یارو نگهدارتون. زنده باشی. دست شما رو میبوسم و استادان عزیزم. قربونتون برم. سپاسگزارم از لطفتون. خدا نگهدار. فداتون بشم. خدا نگهدار. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام مینوی عزیزم. سلام گلم، حال شما خوبی نازنینم؟ بفرمایید گلم. ممنون و سپاسگزارم عزیز دلم. بفرمایید گلم. منم هم صحبت خواهر عزیزم زهرا هستم. قربونتون برم. زهرای عزیزم که قبل از این صحبت میکرد. همه ما عاشقای برنامه علمی عبادی قدرت پنهان شما و اساتید عزیزم هستیم. تمام معجزه های شما رو توی زندگیامون دیدیم و ممنون و سپاسگزار هستیم. معجزه های خدا رو دیدیم. من شخصا ممنون و سپاسگزارم. فدای همه شما عزیزان بشم. خاک پای شما و اساتید عزیزم، سرمه چشم خودم و خانواده‌ام. امیدوارم کسایی که اینجور باعث ناراحتی شما شدن
خودشون نتیجه شو ببینن. اتفاقا ناراحتی نشدم به این دلیل که میگن این روزا بیشتر و بیشتر اونایی که نمیدونستن قدرت پنهانم حالا دارن آشنا میشن. اتفاقا خیلی عالیه واسه قدرت پنهان. یه ضرب المثلی داریم که شخصی که چا میکنه واسه شخص خودش تایی چاست. اتفاقا خیلی عالیه، خیلی بیشترم دارن بیننده هامون بیشتر میشه و عزیزانمون دارن بیشتر برنامه ها رو نگاه میکنن و فروش کتاب ها عرض کنم خدمتتون که چیزای مثبت به اصطلاح بسیار خوبش هم اینه، حالا پشت سر هم به همون زنگ میزنن کتابا رو میخوان و این نشون دهنده اینه که عزیزم نازنینم ملت من، عزیزای من در سراسر دنیا دارن سپورت میکنن برنامه رو. خدا رو شکر میکنیم، سپاسگزاریم. بله نازنینم بفرمایید گلم. همه شفا گرفته ها، همه کسایی که معجزه های قدرت پنهان براشون آشکار هست، بله. همه عاشق این برنامه هستن. مینای عزیزم خیلی جالب بود برام به این دلیل که گویا شخصی که داشت صحبت میکرد از پشت داشتن اونا رو فیلم برداری میکردن و خیلی جالبه که چرا شخص نمیخواد صورتشو نشون بده. و مسئله دیگه ای که برامون هستش خیلی جالبه، برنامه علم عبادی عزیزانمون میان خیلی راحت میشنن صحبت میکنن و برنامه علم عبادی تا حتی بدون اینکه ما بدونیم برنامه رو پر میکنن برامون میفرستن، چون اینا عاشقای نور الهی هستن نازنینای من. خدا رو شکر میکنیم که انقدر خالصانه با بیننده هامون هستیم. انشالله خدای مهربان پروردگار این توانو بده در خدمتشون باشیم. فدات بشم نازنینم. نگهدار همه شما عزیزان باشه. قربونتون برم. لطف داریم. بفرمین نازنینم. قربون شما برم. جانب. خدمت شما و اساتید عزیز و نازنینم، آریای گلم و اساتید محترم بشه. در چهار کالج قدرت پنهان عرض ادب، احترام و تعظیم دارم. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله اسم بفرمایید. به نام محمد رضا، نام مادر سکینه خاتون. بله. هم معجزه ها عزیزم. از معجزه ها رویا خانم عزیزم که برای شهر سوخته سرمایه گذاری کردن و خوشبختانه به لطف نور الهی و عبادت اساتید عزیزم به 900 میلیون دلار گنجینه رسیدن و اراده کردن که 2 میلیون دلار برای زیباسازی شهر مشهد هزینه کنن و هدایایی هم برای عزیزانشون فرستادن و ایشون گویا الان در خارج از کشور هستن. بله. گفته بودن که دلشون تنگ شده و انشاءالله برای دیدن عزیزانشون مجدداً به کشور. بله. عزیزم ایران برمیگردن و ما سجده شکر داریم در برابر لطف پروردگار و سپاسگزاریم از قدرتی که خداوند به اساتید عزیز و نازنینم عنایت فرموده و دستشون از راه دور میبوسیم. 100 هزار مرتبه شکر عزیزم. جون دلم عبادت برای چی میخوای گلم؟ عبادت برای برکت گشایی عزیزم. خدای مهربان برکت بیاره سر رات عزیزم. خدا میسپرم. ممنون و سپاسگزار هستم. قربون. امیدوارم که نور الهی نگهدار همه شما عزیزان باشه. میبوسم و ممنون و سپاسگزارم اگر دست پر برکت تو برای من و خانواده‌ام بلند کنی. میبوسم و خدا نگهدار عزیزم. خدا حافظ. خدای مهربان سلامتی و آرامش و برکت رو تو زندگی بهت هدیه کنه نازنینم. گلای من، نازنینای من، یه عده از عزیزانمونم که طبیعتاً به گنجینه دسترسی پیدا کردن، بعضیاشون موندن در کشور عزیزم ایران، این چنین مشکلاتی رو پیش میارن که واقعاً اینها هم تماس میگیرن میگن مینا ما نگران هستیم، بهتره که از کشور خارج بشیم. نازنینای من، گلای من، با نور الهی، با لطف پروردگار، شماها که گنجینتون در کشور عزیزم ایران نیست و هزینه ای رو که شماها به کشور برگردوندین، امیدوارم که نه زیر سوال جوابی نخواهین رفت. شما نازنینای من از راه قانونی هزینه آوردین تو اون کشور و تولید کارخونه، تولید کار کردین، پروژه سازی دارین میکنین. خدا رو شکر میکنیم، سپاسگزاریم. و این روزا عزیزانمون از این نگران هستن که بله ما که به الماس دسترسی پیدا میکنیم، بهترین راهش اینه که کلن از کشور خارج بشیم.
و هزینه میخوایم برای سرمایه گذاری هزینه ها رو سعی کنیم دیگران برامون انجام بدن. نازنینای من، گلای من، در نظر بگیرین چقدر برای یک ایرانی میتونه دردناک باشه که به گنجینه دسترسی پیدا کنه، پول در اختیارش باشه و تا حتی از این بترسه که بخواد سرمایه گذاری کنه. و عزیز دیگه‌ای که به گنجینه دسترسی پیدا کرد، البته گنجینش از کشور خارج شده طبیعتاً و با پول زیادی که اومده به کشور عزیزم ایران، البته یه مقدارش آورد، نه اینکه تمام ثروتش رو خوشبختانه. عزیزانمون خیلی باهوشن، خیلی متوجه هستن که چیکار کنن و در یه پاساژی که 100 تا مغازه داره عزیزای من و اومدن گفتن باید 10 تا از این مغازه ها رو بسپرین. امیدوارم که شما نازنینایی که دارین سرمایه گذاری میکنین برای به دست آوردن الماس، تمام این فکرها رو، یعنی سعی میکنیم برنامه علمی عبادیه، سعی میکنیم تمام اینا رو برای شما عزیزا عنوان کنیم. با برنامه ریزی واقعا علاقمندیم که کشور عزیزم ایران این چنین باشه که تولید کار کنیم برای جوانامون، برای عزیزانمون، برای اون خانمی که مثال نازنینم همسر نداره و باید کار کنه برای اینکه بچه هاشو بزرگ کنه. بس برای تمام اینا علاقمند هستیم که تولید کار بشه. بس امیدوارم که خدای مهربان پروردگار بهتون این توانو داده که نازنینای من صاحب گنجینه هستین، هر چیزی رو با دقت واقعا ببینین که چی کار دارین میکنین. حیف از این گنجینه هاتونه که یک مقدارش مثل این میمونه که یه شخصی 100 تا نون داره، حالا بخواد یه نون دیگه از شما بگیره. نه نازنینم، کسانی هستن که یک نصف نون، یک کف دست نون هم ندارن. انشاءالله که بتونیم برای اونا کمک باشیم، خطی بگیریم، با شما عزیزا باشیم و خدا رو شکر کنیم از اینکه نازنینای من لطف پروردگار رو دارن باش میجنگن. جانم بفرمی. سلام عرض کردم. سلام خدمت میگم. سلام خانم، حال شما خوبی؟ نازنینه بفرمین. گل خیلی متشکرم، شما خوب هستی؟ من خوبم شکر خدا. جانم بفرمین. خدا رو شکر. سلام میکنم خدمت شما و هفت استاد عزیزم. من کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران، بله. به چه اسمی؟ به نام عیسی، نام پدر عبدالله. ام معجزه ها زهر خانم عزیزم در همدان 9 سال که قحط نفا بودم به لطف خدای مهربان و هفت استاد عزیزم شفا پیدا کردن. آقا کوروش عزیزم که ناراحتی قلبی داشتن به لطف خدای مهربان و هفت استاد عزیزم شفا پیدا کردن. مرسی نازنینه. عبادت برای چی میخوای؟ سلامتی و آرامش. مینای عزیزم، خدای مهربان سلامتی و آرامش رو تو زندگی بهت هدیه کنه. به خدا میسپارم. مینای عزیزم، جان دلم، بفرمایید. خدا رو شکر میکنم که شما رو دارم، استاده عزیزم رو دارم. خداتون بشم، دست بوستتون، لطف خدای مهربانه. مرسی عزیزم، دست گلتون میبوسم، دست استاده عزیزم رو میبوسم که برام بالا بره. زنده بشین، به خدا میسپارمتون. خدا نگهدار. ممنونم. خدا نگهدار. خدای مهربان سلامتی آرامش و برکت رو هدیه کنه تو زندگیتون. جانم بفرمین. سلام عرض کردم. جانم بفرمایید. سلام عرض سلام و خسته نباشید. زنده باشی برادرم، حالتون خوبه؟ من عرض سلام و خسته نباشید. ممنونم برادر. خواهر عزیزم مینا مدنی مددی و درود فراوان به استادان عزیز. زنده باشی. ممنونم. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران، بله. به چه اسمی؟ بله، جبار، نام مادر زهرا. ام معجزه ها شایان که فرج بودن به لطف خداوند و نور الهی و استادان عزیز شفا بخشیدن. مرسی. دیگه چی میدونی برادر؟ میشه کمی سریعتر با ما صحبت کنی؟ کامل تر سریعتر. فیروز خانم جنون داشتن. بله. به لطف خداوند و نور الهی و استادان عزیز شفا بخشیدن. مرسی عزیز. شفا گرفتن از نور الهی و هفت استاد نازنین. اینا رو بازه بگو. متوجه هم. مرسی برادرم. عبادت برای چی میخواد؟ سلامتی و آرامش. خدای مهربان سلامتی و آرامش رو تو زندگی بهت هدیه کنه. خدایا رو نگهدارتون. ممنون. زنده باشی. ممنون. دست درد نکنه. خیلی ممنون. خواهش. خدا نگهدار. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام خدمت مینای عزیز، مینا خانم عزیز، آریاجان عزیز، هفت استاد عزیز، بزرگوار، قدرتمند، توانا، مرزانه، عزیز مهربان.
چهار کالج قدرت پنهان عزیزانی که در اینجنسیتی بزرگواری نورد عزیزشون با سه ادار شهده از کشور عزیز ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله به چه اسمی؟ به اسم الیاس. بله. الیاس آماده فیزیه ام معجزه ها باشم. خانم نیکی عزیز بودن که کمپانی که شوهرشون داشتن در محل کارشون خانم بودن که چینه حسادت نسبت نیکی عزیز داشتن، حتی قصد جانشون داشتن. ایشان نیکی عزیز را پرس سیاه می کنند، هم باعث جدایی زندگی زن شوهر می شود، هم که باعث تصادف بسیار شدید می شود برای نیکی عزیز. حتی ایشان فهمیدن که پرس سیاه می خوانند انکان نما شیطان که برای من گرفت ناخودآگاه به مسیر رفتن که چون تصادفی کردم گردن و صورتم 85% آسیب شدید دید. به گفته پرشان دوست پروردگار بزرگ و دوست پروردگار بزرگ نرگت نور اله و هفت افتاد از این کذی قدر من نازنین شفایی هستم. خانم نیکی عزیز پرشان فرمودم با این همه دستگاه های پیش رفته فرضی کنید گردن صورت خود شده 45% این از دنیا رفته اعلام کردن مرگ زندگی دوباره. بعد ایشون گفتن که ایشون رو تخت نشسته بود. اینا همه نوت پروردگار بزرگ نور الهی را دعاهای هفت استاد عزیز نازنین کبیر قدرتمند بوده است. ملیون ها به خداوند عزیز پروردگار بزرگ نور الهی را شکرگزار. مرسی برادرم. عبادت برای چی میخوای؟ خواهش میکنم. بس سلامتی آرامش خواهر عزیزم. خدای مهربان سلامتی و آرامش را تو زندگی بهت هدیه کنه. اگه امکانه دست مبارک بزن. اگه امکان دارم چشم حتما برادرم. خدا حافظت. خدا نگهدار باشم. خدا خدای مهربان سلامتی و آرامش را تو زندگی بهت هدیه کنه. خدا رو شکر میکنیم. نازنینای من باسم این مسئله رو عرض کنم خدمتتون، گرچه روبروه من سعی میکنم امروز دو سه بار این مسئله رو عنوان کنم. برای زندانیامون نازنینای من عبادت داریم، عبادتی که برای عزیزانی باشه که در زندان ها هستن. حالا نازنینای من زندانی بیگناه بسیار زیاد داریم. حالا ما از کسانی صحبت نمی کنیم که بله متاسفانه قتل کردن، بله اونها زندگیشون جداست، ولی زندانی های بیگناه بسیار داریم. براشون عبادت میکنیم و از خدای مهربان از پروردگار برای خانواده های عزیزشان احساس از پروردگار میخواییم که توی قلبشون احساس آرامش کنن و خدای مهربان پروردگار راهی باز کنه که اون معصومای خدا، اون عزیزا، اون نور چشمامون، اون عزیز فرق نمی کنه نازنینای من چه سنی دارن، ولی عزیزانمون براشون خدای مهربان راهی باز کنه که اونها هم بتونن از زندان بیان بیرون. شاید نازنینای من بسیار دردناکه برای این 11 تا عزیزی که از زندان اومدن بیرون، میگفتن دیگه ما هرگز فکر نمی کردیم آفتاب رو ببینیم، کلن فراموش کرده بودیم همه جا، دنیا رو کلن فراموش کرده بودیم، نمیدونستیم دیگه اصلا چندین سال. نازنینای من ریزش مو و بینایی از دست دادن و 1001 بیماری های پوستی و یه سری بیماری هایی که نمیخواییم عنوان کنیم نازنینای من. و شما در نظر بگیرین عزیزانمون به محض اینکه از کشور خارج شدن گفتن ماها تنها نیستیم، بسیاری مثل ماها هستن و واقعا اون مادر، اون خواهر، اون زن، اون شوهر که عزیزشو نمیدونه کجاست، از پروردگار، از خدای مهربان میخواییم که لطفشو نشونمون بده و عزیزای زندانیمونو بتونیم براشون کمک باشیم. خطی بگیریم با شما عزیزا باشیم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. الو جانم. سلام عزیزم، خوبی؟ سلام نازنین. سلام گلم. حال شما خوبی؟ خسته نباشید. بفرمایید. مرسی عزیزم. زنده باشی جانم. همچنین از ادب و سلام و احترام دارم خدمت هفت استاد بزرگ و قدرتمند. قربونتون برم، لطف داریم، بفرمایید. سلامت باشید. قربونت برم. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. چرا انقدر دیپرسی عزیزم؟ راحت صحبت کن. دیپرس نباش. مرسی. بفرمایید. اسم بگی. عبادت میخواستم به نام فاطمه، نام مادر فرخ کنیم. ام معجزه عزیزم.
از معجزه ها نیلوفر خانم عزیز بودن که 27 سال قطع نقاش شده بودن. بله. برای اونها آینه تهیه میشه که با عنایت خداوند و عبادت هفت استاد شبیه شفا پیدا میکنن. زنده باشی. عبادت برای چی میخوای عزیزم؟ عبادت برای برکت گشای عزیزم. خدای مهربان برکت تو زندگی بهت هدیه کنه. زنده باشی. قربون تامین عزیزم. خدا نگهدار. اگه ممکنه دست مهربونت هم برای من بالا ببری ممنون میشم. چشم عزیزم. خدا حافظت. قربونت عزیزم. قربونت خدا. خدای مهربان سلامتی و رامش و برکت و هدیه کنه بهت الهی. نازنین. نازنینای من، گلای من، باسم مثل همیشه گفتیم از شما نظریه میگیریم و این بار هم از شما عزیزانمون نظریه میخواییم که عزیزای من، گلای من، این نظریه رو کیا میخوان؟ اونهایی که به گنجینه دسترسی پیدا کردن و یه دم یادتون نره، منتظرن که برسن، که وقتش بشه. نازنینای من، عزیزای من، برای کل عزیزانمون که به گنجینه دسترسی پیدا کردن یا اونایی که منتظرن، یه جواب بدیتون. به نظر شما با گنجینه هاشون که هزینه های بسیار سرسام آوریه، شکر خدای مهربان، شکر پروردگار، به نظر شما چی کار کنن؟ اونایی که نمیخوان در کشور عزیزم ایران زندگی کنن، میخوان جای دیگه باشن، ولی به نظر شما چی کاری رو انجام بدن مثال مناسب تره؟ با ما نظریتون رو سعی کنید در میون بذارید، سعی کنید عزیزانمون رو راه نمایی کنید. خیلی خوشحال میشیم از اینکه نظریات شما عزیزا رو بشنفیم. نازنینای من، عزیزای من، در نظر بگیرید ممکنه من و استادا چیزی رو بگیم، ولی ما اونجا هیچ وقت زندگی نکردیم، کشور عزیزم ایران رو ندیدم و ممکنه نظریه هایی که ما میدیم فرق داشته باشه. پس عزیزای من، گلای من، برای اینکه عزیزانمون وقتی به گنجینه ها دسترسی پیدا میکنن، خیلی هاشون خیلی کارهای قشنگ و زیبایی رو میکنن. میبینیم الان خانواده ای که به گنجینه دسترسی پیدا کردن دستشون درد نکنه، سپاسگزاریم از لطفشون و چند تا کارهای قشنگ انجام دادن. اینا رو سعی کنیم برای شما عنوان کنیم. در کشور عزیزم ایران میفرمایند که من یک روزی به بیمارستان رفتم و فکر میکردم خب اونایی که هزینه بیمارستان رو ندارن و احتیاج به عمل دارن، برای اونا چند تایی رو پرداختم و دیدم که خانومی داره فرزندی رو به دنیا میاره و اون خانم دیگران نرسا و دیگران باهشون بسیار بد رفتاری میکردن، بهشون تا حتی توهین میکردن و دیدم بین اینها دیدم یک خانومی که نرس بود، یک دونشون، البته همشون متاسفانه، و درباره این هم البته صحبت میکنیم که عزیزم نازنینم، اگر تو لباس نرسی رو فقط برای اینکه حقوقش رو بگیری میپوشی، نه، اینو باید بدونی، یه پزشک، یه نرس، کسانی که در بیمارستان کار میکنن باید قبل از هر چیزی قلبشون رو بسپرن به نور الهی. راستی خانمی که داره زایمان میکنه و اندازه کافی خودش درد داره و خدایی نکرده توهینم میشنفه، راستی چقدر زشت میتونه باشه برای اون نرس. از اون میگذره عزیزم، نازنینم، خالص زایمان میکنه 2 ساعت 5 ساعت 10 ساعت، بعد شب بیمارستان میره بیرون، ولی چقدر بده ای نرسی که تو از خودت خاطره ای بد بذاری. و عزیزانمون اینا رو ضبط کردن بدون اینکه اصلا کسی بدونه، برامون فرستادن و گفتیم حالا باز هم اینا رو پخش نکنی، به این دلیل مریضی که درد داره، تو ای خانم نرس که بهش توهین میکنی که ساکت باش، با لهجه بسیار زشت که در شأن یه انسان نیست، واقعا درباره این موضوع خواستن که صحبت کنی. و بین اینها نرس بهتری اومده و طبیعتا مریض رو برده و به محض این که مریض رو برده، نازنینم، وقتی مریض داشت جیغ میکشید، خانمای نرس گویا همشون بهشون میگفتن ساکت باش، حالا وقتش نیست. و بچه، نازنین من، عزیز من، روی زمین به دنیا میاد. امیدوارم که این واقعا برای اون نرسا شاید خیلی عادی باشه، ولی از نظر عاطفی اگه خودتو بذاری جای اون مادری که داره درد میکشه، اون مادری که داره فرزند به دنیا میاره و هیچ کسی هم اجازه نمیدین پیشش باشه و نازنینم تو هم باشی این چنین رفتار میکنی، واقعا یه شکنجه است.
انشاءالله که خدای مهربان به قلباتون مهر و الهی رو بندازه، محبت پروردگار رو بندازه. توی بیمارستانا وقتی دارین کار میکنین شغل مقدسی، سعی کنین قبل از اینکه به اون شغلت فکر کنی به اون رضا بودن لطف پروردگار فکر کن و سعی کن با مریضا، حالا در هر رشته ای که هستن، حالا یکی داره میزاد، یکی عمل شده، یکی خلاصه نمیتونه بره، از من کار شخصیش خودش انجام بده، باید انجام بدین. اگه واقعا این گذشت از خودت در خودت نمیبینی، نرو رشته نرسی، نرو تو بیمارستان میخوای کار کنی. چون فکرشو بکنی یک روز مثال خواهر خودت، مادر خودت یا خودت در این شرایط باشی، ببین دوست داری باید این چنین رفتار بشه. حالا این مسئله، امیدوارم که این خانمای نرس و عزیزانی که در بیمارستان کار میکنن، امیدوارم اینا رو بشنفن و یه مقدار رفتارشون رو رو به لطف خدای مهربان نزدیک کنن قلبشون. بله عزیزایی، مریضو از دیدی نگاه کن که دوست داری به تو اون چنین نگاه بشه، این چنین باش عزیز. و مسئله دیگه ای که بله، یکی از عزیزانمون که به گنجینه دسترسی پیدا کرده، میبینه بله یک نفر یه دون از این نرسا نرس خوبیه و بدون اینکه خودشو معرفی کنه پیگیری میکنه، اسم نرس رو پیدا میکنه، خونش رو پیدا میکنه و میبینه که نرسیه که عزیزای من، گلای من، همسرش بر اثر تصادف از دنیا میره و میبینه که دوتا بچه داره نازنینه. میره خانومش و خودش باهاش صحبت میکنه، میگه مشکل زندگیت فکر میکنی مثال چی کار، چه چیزی رو تو آرزوشو داری فکر میکنی نمیشه. میگه یه سرپناه برای بچه هامو میدونم امکانش نیست، میدونم دارم کار میکنم ولی میدونم هم که امکانی نیست که بتونم یه سرپناه براش درست کنم. و عزیزی که به گنجینه دسترسی پیدا میکنه، میگه اگه تو انتخاب میکردی که کجا خونه داشته باشی، مثال کجا رو میگفتی؟ نازنینای من، گلای من، جایی به نام دریانو، نمیدونم کجا هست، در کشور عزیزم ایران، در تهرانه، ولی در دریانو براش خونه ای رو میگیره که بتونه با بچه هاش، با دوتا کودک عزیزش بتونه راحت و خوشحال زندگی کنه. واقعا به این نتیجه میرسیم. اینا فقط این نیستش که این زن و شوهر این نرس رو دیدن که این چنین کردن براش، این سزای اون مهربونیاش، اون خوبیاش که اون روز خدای مهربان پروردگار این زن و شوهر رو وسیله میکنه و این شخص به آرزوهاش میرسه. اسماشون هم نخواستم براتون عنوان کنم، ولی نازنینای من، گلای من، با تمام اینا از ما خواستن که راجب نرسایی که بددهان هستن به مریضا بگیتون که واقعا قلبشون رو به خدای مهربان نزدیک کنن، که همیشه شما از مهر و محبت صحبت میکنید. پس نازنینم عزیزم، اگر مریضی عمل شده و نمیتونه کارهای شخصیشو بکنه، انجام بده. مطمئن باش اون غرور و اون خودخواهانه یا اینکه مسئله دیگه، درد دیگه هستش که میگن وقتی مریض هست نگاه میکنن که ببینن دور ورش چه کسانی هستن، کیه که خوشتیپه، کیه که پولدارتره، کیه که. نازنینم عزیزم، شغلتو درست انجام بده پیش خدای مهربان، ببین پروندتو چیکار داری میکنی. انشاءالله که اینا رو رعایت کنیم، شغل نرسی بسیار شغل مقدسی عزیزای من، و سعی کنیم با عزیزانمون خوشنود باشیم و چیزی که وظیفمونه پیش لطف پروردگار انجام بدیم. اینم برای نرسای عزیز که انشاءالله رفتارشون رو بهتر کن. خطی بگیریم و با شما عزیزا باشیم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. با سلام. سلام عزیزم، حال شما خوبی گلم؟ از ادب و احترام دارم خدمت خانم خوبم، اساتید نازنینم، فداتون بشم. لطف دارین عزیزم. جونم بفرمایید گلم. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله بله، عبادت میخوام برای فاطمه، نام مادر خیریه. بله، از معجزه ها نازنینه. بله، از معجزات قدرت پنهان. ستان خانم بودن که در سن 4 سالگی نابینا میشن و در سن 21 سالگی به لطف خداوند بزرگ و عبادت اساتید نازنینم شفا پیدا میکنن. بله، عبادت برای چی میخوای نازنینم؟
برای برکت گشایی میخوام عزیزم. خدای مهربان برکت بیاره تو زندگی نازنین. مینا جان. جانم بفرمایید. عزیزم میتونم یکی دو جمله خیلی کوتاه بگم؟ بفرمایید گلم جانم. منم یکی از عاشقای برنامه قدرت پنهان هستم. اساتید عزیزم، مینای خوبم و تمام دستاندارکاران برنامه. بارها بارها عبادت گرفتم، میگیرم و برنامه رو به دوستان آشنایان معرفی میکنم. و خیلی هم خوشحالم از وجود شما در زندگی ما. فداتون بشه. عزیزم مینادم. فداتون بشه عزیزم. به خدای مهربان بسپرم. خواهش میکنم گلم. فداتون بشه. خدا یار نگهدارت. من خدا نگهدارت باشه عزیزم. نه چی داشتی میگفتی؟ بفرمین حرفتو تموم کن جانم. خواستم بگم که من هفته پیش عبادت گرفتم ولی معجزم رو درست تعریف نکردم و خیلی شرمندم از گل روی شما و اساتید عزیزم. خواهش میکنم بفرمین الان عنوان شما. بگو عزیزم الان عنوان کن میتونی صحبت کنی. همین بود خواستم بگم که مثلا هفته پیش معجزم رو درست تعریف نکردم. بله بله یادتون هست؟ آره. نه یادم نیست ولی خب شرمنده اساتیدم. نه خواهش میکنم زنده باشید. خدا یارو نگهدار عزیزم. خدا نگهدار شما باشه عزیزم. خدا نگهدار عزیزای من گلای من. انسان قدردان باشه طبیعتا خیلی خوبه. همیشه خدای مهربان پروردگار این چنین یاد گرفتیم که میگن شکر نعمت نعمتت چندان کند. عزیزای من بس این که انسان قدردان باشه خیلی خوب. خیلی از عزیزانمون میان و از همین عبادت های 20 دقیقه اینا زنای من میگن برامون چقدر زندگیشون فرق کرده. ما همین عبادت 20 دقیقه اینا زنی نه کسانی رو میدونیم که از عبادت 20 دقیقه شروع کردن، بعد رفتن گندم گرفتن، تونستن گندم تهیه کنن، بعد به مرور زمان تونستن سنگ نور استفاده داشته باشن، بعدش تونستن سنگ معجزه رو بگیرن، بعدش تونستن آینه بگیرن و امروزه میبینیم اونا رو هم تعدادشون کم نیست که نازنینای من امروزه میبینی با نور الهی با لطف پروردگار به سلامتی آرامش به برکت به گنجینه دسترسی پیدا کردن. خدا رو شکر میکنیم، سپاسگزاریم از نور الهی و ایمان قوی خودشون نازنینای من. اگر ایمان قوی خودشونم نباشه نمیشه نازنینای من. اگر شخص الان بسیار عزیزانی رو داریم که وضع مالیاشون بسیار خوبه تو همین کشورها نازنینای من و میگن ما میخواییم سرمایه گذاری کنیم برای به دست آوردن الماس و میبینیم چی کسانی هستن راستی وقتی سرمایه گذاری میکنه ثروتش رو چندین برابر میکنه، راستی چه کاری برای کشور عزیزم ایران انجام میده؟ راستی برای ایرانی چه کار میکنه؟ بس نازنینای من میبینیم نه عزیزانی نیستن که بخوان حرکتی هم انجام بدن. بس نازنینای من از این که اسمشون رو بنویسیم طبیعتا با عرض معذرت عذرشون رو میخواییم. بله منم دارم کلمات قشنگ دارم یاد میگیرم و نازنینای من عزیزای من میخواییم کسانی باشن که واقعا خودشون درد رو کشیدن و متوجه هستن که کس دیگر رو که داره سختی میکشه کمک باشن براش. انشاءالله که عزیزانمون این چنین هستن. خدا رو شکر میکنیم، سپاسگزاریم از نور الهی. و یه مسئله دیگه که همیشه به عزیزانمون که به دست آوردن گنجینه هستن میگیم از خدای مهربان قبل از هر چیزی اینو بخواه که قبل از این که خدای مهربان پروردگار گنجینه رو بهت قسمت میکنه اون ارادهشو بده، اونی که اون افتادگیشو بهت بده که انسان آنس و راحت و سادهی باشی. نکنه خدایی نکرده به گنجینه دسترسی پیدا کنی و غرور بگیردت و اون زندگی معمولی هم که داشتی حالا در قلبت پیش دوستان تنها باشی. نکنه این چنین بشه. پس نازنینای من عزیزای من خدا رو شکر میکنیم، سپاسگزاریم از نورش و انشاءالله که موفقیت رو برای شما عزیزانم برای تک تکتون آرزو میکنیم و خدا رو شکر میکنیم عزیزانمون که برای گنجینه ثبت نام میکنن انسانایی هستن که با تحمل، انسانایی هستن که با ایمان و انسانایی هستن که برای آیندهشون برنامه ریزی کردن.
انشالله که موفق باشین، خطی بگیریم و با شما عزیزا باشیم. جانم بفرمین. سلام عرض کردم. الو سلام مینا خانم. سلام عزیزم، حال شما خوبی خانمم؟ جانم بفرمین. قربونتون برم خانم. جانم سلام به شما و حفظ استاد عزیزم و آریای گلم. فداتون بشم، لطف دارین. جانم بفرمین. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران، بله. به چه اسمی؟ به اسم نجمه مادر زهرا. از معجزه ها؟ از معجزه ها مینا خانم، آقای علی آقای عزیزم بودن، از همدان که نابینا بودن، با لطف خدای مهربان و عبادت حق استاد عزیزم شفا گرفتن. مرسی عزیزم. عبادت برای چی میخوای نازنین؟ سلامتی و آرامش مینا خانم. سلامتی و آرامش و خدای مهربان تو زندگی بهت هدیه کنه. خدا یارو نگهدار داره. زنده باشی. اون دست تو رو برکت، پر از محبت تو، اگر لطف کنی برام بالا بیارید ممنون میشم مینای عزیزم. زنده باشی. خدا یارو نگهدارتون. مینا خانم. جانم بفرمایید. ما با امید خدا اول با امید خدا بعد با امید حق استاد عزیزم و با امید شما و آریای گلم صبحمون رو آغاز میکنیم و تلویزیون ما در منزل ما و قد انجل تیوی خاموش روشن میشه. افتخار میکنم. مینا خانم گلم به قول قدیم یا یه ضرب المثل میگفتم مادر خدا بیاموزم که خدا رحمتش کنه. روزی که مینا اونا رفتدم ملا مینا خانه از ملا در اومدم. قربونتون برم. خداتون بشم. زنده بشی عزیزم. خدا یارو نگهدارتون. دستتون میبرم برام ببرید بالا. قربون اون دستتون برم مینا خانم. به خدا میسپارمتون. زنده بشین. خدا حافظ. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدای مهربان سلامتی آرامش و برکت و هدیه کنه بهت نازنینم عزیزم. جانم بفرمین. سلام عرض کردم. سلام خواهر عزیزم. سلام عزیزم. حال شما. زنده باشیم. ممنونم. شما خوبه؟ ممنونم. بفرمین عزیز. از کشور عزیزم ایران زنگ زنم. کشور عزیزم ایران. بله. به چه اسمی؟ دعا میخوام برای حجت. بله. نام پدر دوراب. ام معجزه ها عزیز؟ از معجزات خودت پنهان آرزو کنم بودن از مازندران که سرطان داشتن به لطف خدا و حق استاد عزیزم شفا یافتن. مرسی برادرم. عبادت برای چی میخوای؟ زنده باشی. برای عشق و محبت خواهر عزیزم. خدای مهربان عشق و محبت رو تو زندگی بهتون هدیه کنه. خدا یارو نگه داره. زنده باشی. زنده باشی عزیزم. تشکر خواهر عزیزم. زنده باشی. خدا حافظ. خدا حافظ. بله، از اینکه استادای عزیز اومدن به آسمان ایران ترس بزرگی تو دل خیلی ها انداخت نازنینای من و عاشقان قدرت پنهانو بسیار میشه گفت خوشحالشون کرد. خدا رو شکر میکنیم. البته دارم برنامه ریزی میکنن برای یه عده ممکنه این خبر زیاد جالب نباشه، ولی عرض کنم خدمتتون داریم برنامه ریزی میکنیم. بازم اعلام کنیم چه شبی استادای عزیز میخوان میارم به کشور عزیزم ایران. این خواهشیه که من ازشون کردم نازنینای من. انشالله که موفق باشین و معین و عاشقای استادای عزیز منتظرشون. خطی بگیریم با شما باشیم. جانم بفرمین. سلام عرض کردم. سلام از ما. سلام گلم. حال شما خوبی عزیزم؟ خداتون بشه. سلام خانم عزیزم و حق استاد گرامی. زنده باشی عزیزم. جانم کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله. به چه اسمی؟ عبادت میخواستم برای منصور نام پدر احمد. ام معجزه ها خانم هم؟ زهنه خانم تو حامله بودن، دکترها گفته بودن بچه ناقصه. بله. همسرش برای شاهنه تایید کرد. با لطف الهی و دعای هفت استاد عزیز شفا پیدا کردن و بچه سالمی را به دنیا آوردن. الهی شد. الهی صد هزار مرتبه شکر. مرسی عزیزم. عبادت برای چی میخواه؟ برای برکت گوشه هاتون. خدای مهربان میتونم یه نظری بدم؟ اجازه بفرمایید اینو بنویسم. خدای مهربان برکت بیاره تو زندگی. بفرمایید گلم. جانم بگو. این پول چیز کثیفی هست. داشتنش مصیبت و ندرستش هم مصیبت. خدا کن اگر به کسی میده ظرفیتش هم بده. فداتون بشه. خدا کن الماسا که برای کسی برسن که لیاقت و شایستگی اونو داشته باشن. انشالله عزیزم. به خدا میسپارم. ولی این جواب نشد. باید چی کار بکنن خوبه؟ جوابمون این بود که چی کار کنم بهتر باهش. خب من نظرم یه روی ای بگم دوسته تا آنه تایید بشه.
مثلا اون خانمی که هفت آینه برای هفت معتاد اعلام کردن. درسته درسته. تو معتاد خیلی هسته. متاسفانه بله. میخوان که باشه. قربونت برم. عزیزم میخوان که باشه. استماعت دعا از شما و خدا میسپارم. خدا نگه. بله متاسفانه وقتی شغل نباشه، وقتی شخصیت اجتماعی کوبیده بشه، وقتی آرامش نباشه، وقتی لباست چرا آبیه، لباست چرا قرمزه، دکمه چرا بسته، دکمه چرا بازه، وقتی این چنین باشه نازنینای من محتاط زیاد میشه. و متاسفانه این اجتماعست که بعضی از عزیزان ما رو متاسفانه به اونجا میکشونه. بعضی هاشون گرفتار طلسم سیاه هن، اینو میدونی، ولی بعضی هاشون هم اونا هستن نازنینای من. انشالله که خدای مهربان پروردگار کمکشون کنه. وقتی نازنینم عزیزم آلوده به مواد مخدر میشن، دیگه به دور و برشون کاری ندارن، دیگه نمیخوان مبارزه کنن، دیگه نمیخوان هیچ کاری بکنن، دیگه با دردی که بهشون داده شده دست و پا میشه گفت میزنن. نازنینم عزیزم چه کسی میخواد؟ چه جوری میاد؟ چه جوری این همه مواد مخدر چه جوری میاد تو کشور عزیزم ایران؟ این سوال بزرگی. انشاءالله که خدای مهربان پروردگار کمک کنه. راستی شهرکسازی چیه؟ آسمو خراش سازی های سراسر دنیای کشورهای پیشرفته رو ببینیم، مال ایرانی هست. بسیار داریم نازنینم. میشه گفتش که مثال همین کشوری رو که توش داریم زندگی میکنیم عرض کنم خدمتتون، تا 10 سال پیش نازنینای من خونه های اینجا بیشترش 2 طبقه بود، 1 طبقه 2 طبقه بود، ولی الان هر جای پیشرفته ترین خیابوناش وقتی نگاه میکنین، گرون ترین خیابوناش که شما نازنینای من میتونین سرچ کنین ببینین، خیابون یانگ تمامش از ایرانی ها. ایرانی رو بهش افتخار میکنین، خدا رو شکر میکنین تمام خیابون یانگ رو ایرانی آباد کرده. ولی از کجا آمده؟ کیا هستن؟ کدوم ایرانی ها؟ بله بله خطی بگیریم. با شما عزیزا باشی. جانم بفرمین. سلام عرض کردم. با سلام. سلام عزیزم. خدمت استادان کبیر و خواهر و مادر مهربان و فداکار ما همه ایرانی ها. فداتون بشم. زنده باشی عزیزم. جانم بفرمین عزیزم. خوبی گلم؟ از آلمان جانم. خدمت. بله. بله. بفرمین. از آلمان خدمتتون زنگ میزنم. بله. به چه اسمی عزیزم؟ بله. التماس دعا دارم برای بهزاد. بله. نام پدر عباس. بله گله. از معجزات قدرت پنهان خانوم سولماز در ترکیه. بله. که به خاطر ناراحتی قلبی بچه دار نمی شدن. درسته. شوهر ایشون آینه تهیه می کنه و به لطف نور الهی. بله. دعا و عبادت استادان کبیر شفای الهی نصیب خانوم سولماز میشه. درسته. ممنونم عزیزم. عبادت برای چی میخوای خانمم؟ برای عشق و محبت. عشق و محبت. خدای مهربان تو زندگی بهت هدیه کنه. آلمان موفق. بس. باشی گلم. متشکرم. اجازه دارم نظر خودم رو حتما برای بینندگان عرض کنم؟ بفرمین لیلا جان. بفرمین گلم جانم. بله خانم مددی، من توی آلمان زندگی میکنم. بله. و مؤسساتی هستش به اسم تافل. بله. این تافل برای سالمندان و کسانی که نمیتونن آذوقه کافی برای خودشون و خانوادهشون تهیه کنن. درست. به صورت مجانی یا بسیار بسیار ارزون در اختیار سالمندان و اونایی که نمیتونن واقعا آذوقه کافی برای بچه هاشون تهیه کنن. درسته. من نظر من اینه که ایران بانک ها بهره های خیلی زیادی میدن. بله. اون کسایی که به گنجینه دست پیدا میکنن میتونن مقداری از این گنجینه و پولشونو در بانک بذارن و چند تا از این مؤسسات تأسیس کنن و ماهیانه به اشخاص سالمندی که متاسفانه بازنشستگیشون کافی نیست. بله. یا مادرایی که بچه دارن و شوهر ندارن و کارم میکنن ولی واقعا نمیتونن آذوقه کافی برای یه خانواده تهیه کنن، به صورت مجانی یا بسیار نازل مواد غذایی که فاسد نمیشه مثل برنج و روغن. بله. یا ارزون یا مجانی در اختیار این خانواده ها بذارن و واقعا این ثواب داره. زنده باشی. ممنونم لیلو جان. دست درد نکنه. سپاسگزارم از نظریه.
مرسی خانم. بله. فداتون بشم، به خدا میسپرمتون. خواهش میکنم این حرفو نزن. لطف فرمودید. متشکرم. خدا نگهدار. خدا حافظ شما. خدا حافظ. البته اینجا عزیزانی رو داریم، طبیعتاً نازنین نایمن اینجا هم هستن عزیزانمون که البته ملیت‌های دیگر رو داریم صحبت میکنیم ازشون. دولت طبیعتاً حقوق خیلی خوبی هم میده در ماه بهشون، ولی متاسفانه آلوده به مواد مخدرن یا آلوده به الکل هستن و میرن تمام هزینه‌شون رو مصرف میکنن. چند روزه اولی که حقوقشون میاد و جایی هست به نام اسکات میشن و این عزیزا، این افراد در اصل میرن اونجا، غذای گرم هست و جای خواب تا حتی بهشون میدن که اینا میخوابن اونجا، هموم کنن، زندگی کنن و چنین سرویسی هم اینجا هم هستش. و امیدوارم که خب چقدر خوبه که در عین اینکه برنامه رو داریم اجرا میکنیم اطلاعات شما عزیزا هم تا اونجا که امکان داره از اینجا لاقل اطلاعات بهتون بدیم. ولی اونا تماما میگیم کسانی هستن که واقعا با هزینه خودشون نمیدونن چیکار کنن، اگر نه اینجا دولت هزینه خیلی خوبی بهشون میده. یا الکلیستن یا آلوده به مواد مخدرن و میرن تمامشو 4-5 روز اول، گویا اول ما، اینا متاسفانه نابودش میکنن و طبیعتا 20 روز 22 3 روزم از اونجاها که باز هم یعنی میشه گفت براشون شانس رو شانسه، ولی انشالله که بله در کشور عزیزم ایرانم باشه که چنین سرویسایی که برای عزیزانمون باشه کمک، مخصوصا دارو. مخصوصا دارو مسئله بسیار بزرگیه در کشور عزیزم ایران. اینجا اینها اصلا مشکل دارو، همین کسانی که اینجا زندگی میکنن اینجوری مشکل دارن، اینا اصلا مشکل دارو ندارن، اصلا مشکل پزشک ندارن، کاملا مفتی هستش. و تا حتی اینجا پزشک، یعنی نازنین نایمن، خود من هم امروز مثال سرما خوردم میخوام برم پیش دکتر رو ببینم، مجانی هست. ما ها کارتایی داریم که به اصطلاح نشون میدیم، با همون میریم دارومونو میگیریم. البته داروامو چون ما ها دولتی نیستیمون نازنین نایمن، طبیعتا دارومون خودمون میخریم، ولی اینی که پزشک ما رو ببینه این یه سرویسیه که دولت کانادا برای همه میده نازنین نایمن و تا حتی متخصص. و این تنها سرویسیه که خیلی در دنیا میشه گفت اول اینجا از نظر این نوع سرویس های خوبش. خطی بگیریم با شما عزیزا باش. جانم بفرمی. سلام عرض کردم. سلام. سلام برادر. سلام بر بزرگوانه ایرانی. حال شما خوبه؟ ممنونم برادرم. حالتون خوبه؟ جانم بفرمایید. خیلی ممنون. از کشور عزیزم ایران زنگ می‌زنم. کشور عزیزم ایران. بله. به چه اسمی عزیز؟ دعا می‌خواستم به اسم حمید. بله. نام پدر فرزند. ام معجزه ها برادرم؟ از معجزه ها آقا بابک عزیز بودن که تا 11 سال که تو آلمان زندگی می‌کردن. ناشنوا بودن. بله. بعد پدرشون بدونن که چون مادرشون زهرا خانم به برنامه قدرت پنهان اعتقاد نداشت. بله. پدرشون بدون گفتن به همسرشون با قدرت پنهان تماس میگیرن، خزینه آینه رو میپردازن و شفای الهی به لطف نور الهی و دعای هفت استاد عظمت شفای الهی شامل حالشون بشه. مرسی عزیزم. بعد پدر مادر آقا بابک تصمیم میگیره برای یه بچه ناشنوا آینه تهیه کنه. سپاسگزارم از لطف عزیزم. عبادت برای چی میخوای؟ عبادت برای برکت کشایی میخوای. خدای مهربان برکت بیاره تو زندگیتون. خدا یارو بگم بفرمی. اولینش من خودم اصلا تلویزیون ایران نده و این که از بس دروغ شنیده دیگه حقیقتش ده. فقط انتل تیوی و یه سری چیزه ما بعدشم اگر خودم بتونم به اصطلاح پول تهیه کنم برای سرمایه گذاری در الماس، خیلی ها هستن که احتیاج دارن که با 50 میلیون 100 میلیون تومن بله. پول یه شغل رو را بندازن خودشون. بله بله. به اونا کمک میشید؟ میشه به اونا وام داد، مثل بله. آقایی که اومد پشت تلویزیون گریه بله. کرد مثلا از این افراد زیاده آدم وام بده خودشون یه کاری رو شروع کنن خودشون درآمد پیدا.
خدمتتون باشم. ممنونم پدر عزیزم، سپاسگزارم لطفتون. ان شاء الله که خدا همیشه لطفش رو شما در حال شما و استادای بزرگ و دستن در کاران قدرت پنهان کنه. زنده باشی عزیز. ان شاء الله شما خیر و برکت بده. ممنون میشم اگه دست عزیزتون رو برام بلند کنید. چشم عزیزم، خدا یار نگهدارتون. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدای مهربان سلامتی و رامش و برکت رو تو زندگی بهت هدیه کنه. خدا رو شکر میکنم، سپاسگزارم از نور الهی به خاطر برکت هایی که میاد تو زندگیاتون، به خاطر سلامتی آرامش، به خاطر مهر و محبت که چقدر خانواده ها به همون تماس میگیرن، زنگ میزنن یا ایمیل میزنن برامون و میگن که مینا از زمانی که برنامه علمی عبادی رو دیدیم خیلی آمون بودیم که مثال خودمون رو لوس کرده بودیم و رفته بودیم خونه پدر مادرامون، جدا شده بودیم و این مسئله به جدایی کشونده بود ماها رو، ولی حالا میفهمیم که نه، یک خانم، یک پدر، یک مادر بسیار مسئولن قبل از هر چیزی پیش نور الهی برای فرزندانشون و برای همدیگه مسئول هستن و بسیار داریم میآموزیم. خدا رو شکر میکنیم و انشاءالله که نور الهی تو خونه تک تکتون باشه. یا چه عزیزانی که گرفتار جادو بودن، عزیزای من اصلا نمیدونستن چرا انقدر عذاب دارن میبرن، ولی نازنینای من متوجه شدن از طریق این برنامه و میبینیم که چه زندگی دارن الان که اصلا قابل مقایسه با اون موقع نیست. نازنینای من انشاءالله خدای مهربان پروردگار کمکمون باشه راستی این برنامه، به جز دوست داشتن همدیگه، احترام و عبادت کردن مگه چی میگه؟ اگر کسانی که مخالف این برنامه هستن، راستی ما که فقط داریم میگیم خدا، همش داریم میگیم لطف پروردگار کمکمون باشه، راستی چه کسانی میتونن مخالف باشن؟ بریم یه چایی بخوریم بیایم، الان که ما جوابشون هنوز برای این افراد نداریم، بریم یه چایی بخوریم بیایم، شاید جوابش از شما گرفتیم.